سلام دانش آموزای عزیز، امیدوارم که خوب باشین و آماده برای درس باشین. مضمون ما و شماست تاریخ و عنوان درس امروز ما و شما منابع مورخان چیست؟ درس دوم تاریخ ما و شما در صنف هفتم منابع مورخان چیست؟ صفحه پنجم. و از شما خواهش میکنم که کتاب های خود باز کنید و صفحه پنجم پیدا کنید. خب دانش آموزای عزیزی، دو تا تصویر را که شما میبینین آیا آشنایی دارین؟ کدام روزی با فامیل خود، با خانواده خود آیا به این دو مکان رفتین؟ تصویر اول چی است و تصویر دوم چی است؟ و اگر کسایی که به این دو مکان رفته بحث و گفتگو کنند و چیزهایی را که از این دو ساختمان متوجه شدن اونا را برای اعضای خانواده خود بگویند. خب دانش آموزان عزیز، کتابهای خود باز کنید و متن کتاب از اول تا آخر بخوانید و بعد از او که متن کتاب خواندین دوباره ویدیو را ادامه بدین و اهداف درس پیدا کنید. خب وقتی که متن کتاب شما خواندین متوجه اهداف درس میشین که از این درس ما و شما چه چیزها را باید یاد بگیریم. خب چیزهایی را که از این درس ما و شما یاد میگیریم، یکی منابع تاریخی چیست، ایرا باید بفهمیم، و آرشیف چیست، ایرا باید بفهمیم، و موزیم چیست، این رو باید بفهمیم که هدف اساسی درس امروز ما و شما پاسخ پیدا کردن به این سه سوال است. خب منابع تاریخی دانش آموزای عزیز، وقتی که شما یک مطلب تاریخی رو نوشته میکنین، خصوصا مطلب را نوشته میکنین که در اون زمان نه شما حضور فیزیکی داشتین و نه از دوستای شما بوده که برای شما رو قصه کنه، و شما ناگزیر هستین که به یک سلسله منابع باید دست پیدا کنیم. برای اینکه تاریخ یک دوره را ما شما نوشته کنیم نیاز به منبع داریم، و منابع تاریخی هم دو نوع است. برای زی که ما تاریخ نوشته کنیم، خب ناگزیر هستیم که از دو را پیش بریم. اول مطابق به اسناد تحریری و خطی باید معلومات پیدا کنیم، دوم آثار و عبادات تاریخی. یعنی ای که اگر ما و شما بخواییم تاریخ نوشته کنیم دو تا را داریم، یک اسناد تحریری و خطی، دو آثار و آبدات تاریخ. مثلا اگر مثال بیتم، ما و شما اگر تاریخ یک دوره رو نشته کنیم، یا فرض مثال مثلا دوره امیر امان الله خان، برای از ایک تاریخ دوره امیر امان الله خان نشته کنیم، اول میریم سراغ او نوشته هایی که به صورت چاپی و به صورت خطی در کتاب ها و در بعضی از اشیاء دیگر نوشته شده، از او کمک میگیریم. دوم ساختمان ها و آبدات تاریخی که در زمان امیر عبدالرحمن خان تأسیس شده، جور شده، و میریم از اونا معلومات میگیریم و متناسب با از اونا معلومات خود جمع آوریم. خب آرشیف چیست؟ این ساختمان را که میبینین ساختمان آرشیف ملی افغانستان است که در قسمت سرگی که از طرف شار به طرف کوتسنگیمه، یعنی منظورم از گردنه باغبالا است، و زمانی که شما از پیش وزارت معارف وقتی که در موتر بشینین کم زیر تیر شده، نزدیک شفاخانه جمهوریت ایست آرشیف ملی افغانستان موقعیت داره،
و اگر کسی کدام روزی در اونجا رفت باز اشتباه نکنه. خب اسناد تحریری و خطی که در یک جای نگهداری می شود آرشیف گفته می شود. خب اما اسنادهای تحریری و خطی که هر کشور در یک جای منظم و مشخص به مورد نگهداری میکنه، اوندمو جایی که اینمی اسناد نگهداری میشه او به نام آرشیف یاد میشه. در آرشیو ملی افغانستان هم اسنادهای خطی از زمانهای خیلی دور و قدیم در اونجا نگهداری میشه. مثلا قرآن که به دستخط به صورت دستخط نوشته شده هم در اینجا نگهداری میشه و خیلی از خطای دیگر اگر ما و شما در اونجا رفتیم باز میبینیم که کدام خطها در اونجا نگهداری میشه. خب مشکلات اسناد خطی، اسناد خطی چه مشکلات داره؟ وقتی که یک نفر تاریخ نوشته کنه چه مشکلات داره؟ خواندن اسناد تاریخی که از دو جهت بسیار مشکل است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اول رسم الخط ها در طول زمان تغییر میکنند. مثلا در زمان قدیم یک رسم الخط دیگه بوده، بعدا به مرور زمان یک دیگه شده و بعدا در عصر حاضر ما و شما یک رسم الخط دیگه است. خب دوم انواع خط ها در مرور زمان استفاده میشه. یعنی ما اگر به عقب برگردیم، مثلا خط میخی بود که حال خط میخی نیست، هیروگلیف بود که حال نیست، یونانی بود که حال نیست، سانسکریت بود که حال نیست. این حال مثلا اگر ما و شما بخواییم در یک دوره معلومات بگیریم که در او خط میخی نوشته شده، برای ما و شما بسیار مشکل است، سخت است. باید متخصص خط میخی پیدا کنیم که از او کمک بگیریم. مثلا سانسکریت که زبان آریایی ها بود، اگر بخواییم در زبان آریایی ها معلومات پیدا کنیم، مجبور است که زبان سانسکریت بفهمیم و خب در قسمت معلومات پیدا. موزیم چیست؟ موزیم جایی است که آثارهای باستانی و قدیمی در اون نگهداری میشه. آثارهایی که خطی باشه، این زمان ایجاد خط به وجود آمده باشه و در آرشیف است و آثار باستانی در موزیم نگهداری میشه. در موزیم ملی افغانستان هم از آثارهای بسیار قدیم و آثارهای باستانی در اونجا نگهداری میشه که اگر ما و شما روزی فرصت پیدا کنیم در موزیم ملی بخیر میریم و آثارها را از نزدیک میبینیم. و این ساختمان را که شما میبینید مربوط به ساختمان موزیم ملی افغانستان است که موقعش فعلا در اخیر سرک دارلمان و روبروی قصر امیر امان الله خان این موقعیت دارد. خب تاریخ نویس چی کار میکنه؟ تاریخ نویس برای نوشتن تاریخ هم از منابعی که در آرشیف و موزیم نگهداری میشود استفاده میکنه. یعنی هم از آرشیف میتونه استفاده کنه هم از موزیم. اما یک چیز متوجه باشیم که از آثار باستانی مجبور است که تاریخ نگار یا تاریخ نویس باید از باستانشناس کمک بگیره، چون باستانشناس میفهمه، مورخ خیلی زیاد نمیفهمه. کار خانگی شما دانش آموزای عزیز، حالی که امیدوارم درس امروز فهمیده باشین، به سه سوال که در اول مطرح کردم این پاسخ برو پیدا شده باشه و کار خانگی شما سوالاتی که در تمرین کتاب شما درج است او را حل کنین و در تلگرام برای ما روان کنین. تا درس بعدی خدا نگهدارتان، مواظب خود و خانوادهتان